درود من مهران میرزایی به اتفاق همکارانم مجموعه خبرهای امروز مشترک بین ایران و عراق محور رایزنی های وی با مقام های امنیتی این کشور است اعضای سازمان مجاهدین خلق سالهاست هاست در عراق به سر میبرند و تلاش مقام های جمهوری اسلامی. درود من مهران میرزایی به اتفاق همکارانم مجموع خبرهای امروز شنبه 13 فروردین ماه برابر با دوم آوریل را به اطلاعتان میرسانم نخست خلاصه خبرها حیدر مصلحی از مقامات اراق خواست تا اعضای سازمان مجاهدین خلق را فوری اخراج کنند شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه روسیه در دادگاه لاهه روزانه 1369 کیلوگرم مواد مخدر در ایران کشف می شود. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان تمام زندانیان سیاسی را آزاد کرد. خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر حماس انتخاب شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با سفر به عراق از مقام های این کشور خواست اعضای سازمان مجاهدین خلق را فوراً اخراج کنند. آقای مسلحی دیروز دوشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر خواستار تعیین تکلیف فوری اعضای این سازمان از سوی مقام های عراقی شده است. وی سازمان مجاهدین خر را گروه تروریستی خواند که با هماهنگی های صورت گرفته باید هرچه زودتر خاک عراق را ترک کنند وزیر اطلاعات به جزئیات این توافقنامه اشاره نکرده است اما اظهار کرده که تعاملات و همکاری های امنیتی میان دو کشور ایران و عراق افزایش چشمگیری داشته است حیدر مسلحی روز دوشنبه به عراق سفر کرده و آنطور که خبرگزاری فارس نوشته پرونده مشترک بین ایران و عراق محور رایزنی های وی با مقام های امنیتی این کشور است اعضای سازمان مجاهدین خلق سالهاست در عراق به سر میبرند بلاش مقام های جمهوری اسلامی برای اخراج آنها از این کشور تا کنون بی مانده است حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به طور تلویحی محمد خاتمی و اصلاح طلبان را به افشای اسنادی درباره جلسات خصوصی آنها تهدید کرده است به گزارش وبسایت نوروز مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از اظهارات حیدر مصلحی علیه محمد خاتمی از وی خواست تا نوار موجود از جلساتی که برای برنامه‌ریزی اقدامات علیه دولت خاتمی در صدا و سیما برگزار میشد را منتشر کند تاجزاده ضمن اشاره به اظهارات مصلحی گفته است پس از ایجاد موج دعوت از خاتمی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در روزنامه ها از قول وزیر اطلاعات مطلبی آمده بود که ضمن متضمن به توهین آقای خاتمی بدون ذکر نام بود ایشان همچنین تهدید به افشای نوارهایی کرده بود که بنده و اصلاح طلبان قطعا از آن استقبال خواهیم کرد حیدر مسلحی در هفدهم اسفند سال گذشته بدون بردن نام محمد خاتمی از وی به عنوان فردی که همه شبکه های ضد انقلاب داخل و خارج به دنبال کاندیداتوری او هستند یاد کرده بود و گفته بود او به ملت ایران بدهی های زیادی دارد و صرف سوابق مسئولیت های وی در گذشته نمیتواند پرونده وی را به دست فراموشی بسپارد حبیبالله الله اسکرولادی با اشاره به تغییر موضوع خود درباره شکست حصر خانگی موسوی و کروبی گفت توبه به کردن موسوی و کروبی و ارائه آن به مقام معظم رهبری باید شرط شکستن حصر آنها باشد و پس از آن باید از رهبری هدایت بخواهند به گزارش خبرگزاری فارس اسکرولادی گفت شکستن حصر اینها کار قضایی و امنیتی است و به آنها مربوط می شود اما حصر این افراد بدون محاکمه انجام شده و از نظر بنده دادگاهی در این باره تشکیل نشده است عضو تشخیص مسلحت نظام ادامه داد اصلاح طلبانی که در فتن شرکت داشتند و سکوت کردند باید از آن تبری به و توبه کنند دادگاه تجدید نظر بحرین حکم ده سال زندان برای یک شهروند بحرینی متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را تایید کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه این فرد متهم است که اطلاعات نظامی بحرین و مشخصات برخی پایگاه های حساس را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشته است. حدود دو سال پیش دادگاه بدوی برای این فرد حکم ده سال زندان به جرم جاسوسی صادر کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. همچنین دو شهروند ایرانی که از های جمهوری اسلامی در کویت به طور قیابی بودند، محاکمه شدند. در دو سال اخیر شماری از کشورهای منطقه از جمله بحرین، کویت و عربستان سعودی از کشف شبکه‌های جاسوسی وابسته به ایران خبر دادند. آخرین آنها در پادشاه سعودی بوده که 18 نفر از جمله یک ایرانی و یک لبنانی دستگیر شدند. الکساندر فومین مدیر سازمان فدرال همکاری نظامی فنی روسیه اعلام کرد که ایران از این کشور به خاطر تحویل ندادن سیستم موشکی پدافند هوایی S-300 به دادگاه لاهه شکایت کرده و خواستار دریافت 4 میلیارد دلار خسارت شده است. فامین در مصاحبه با خبرگزاری رینوستی تاکید کرده است که دادخواست 4 میلیارد دلاری در دادگاه بین المللی قرار دارد و ایران در این ماجرا به طور مطلق حق دارد و همچنین گفته است که روسیه به خاطر اجرا نکردن قرارداد فروش صدها میلیون دلار خسارت دیده است قرارداد فروش سیستم های S300 میان ایران و روسیه در ماه دسامبر 2005 امضا شد اما روسیه با استناد به قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد از تحویل این سیستم به ایران خودداری کرد قطنامه 1929 در سال 2010 برای مقابله با برنامه اتمی ایران تصویب شد. این قطنامه تحریم های شدیدی علیه ایران از جمله در بخش نظامی وز کرده است. مدارس ایران از روز شنبه 17 فروردین 92 دایر خواهد شد و دانش آموزان پس از سپری کردن 18 روز تعطیلات به مدرسه می روند. تعطیلات نوروزی دانش آموزان که از 29 اسفند سال 91 آغاز شد با توجه به قرار گرفتن روز چهارشنبه 14 فروردین 92 بین دو تعطیلی سهشنبه 13 فروردین و پنج شنبه 15 فروردین 92 این روز تعطیل شد تا تعطیلات نوروزی دانش آموزان به 18 روز برسد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.1 دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر 7 کیلومتری بخش سردشت در جنوب استان خوزستان را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وابسته به مرکز لرزه نگاری ایران زمان وقوع این زمین لرزه ساعت 5 و 24 دقیقه و 46 ثانیه به بامداد سهشنبه 13 همه فروردی ماه بوده است. کانون زمین لرزه در فاصله 27 کیلومتری بندر دیلم در استان بوشهر و 34 کیلومتری بهبهان در استان خوزستان گزارش شده است. روسیه میگوید ایران برای در اختیار گرفتن فناوری روسی ساخت زیردریایی تمایل نشان داده است به گزارش انتخاب به نقل از ایستارتاس معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی روسیه در شهر روبین که روز سهشنبه به پایان رسید به شدت ابراز علاقه کرده است که ایران بتواند فناوری ساخت زیر های روسی را در اختیار داشته باشد بر پای این گزارش ایگور ویلینت معاون مرکز طراحی صنایع دریای روبین به خبرگزاری نظامی آرمستاس گفته است از چهار سال پیش که روسیه از اعزام کارشناس به ایران برای بازدید و تعمیر زیر دریای های قدیمی روسی خودداری کرد ایران تمایل پیدا کرده است تا با در اختیار گرفتن فننا...